دیگه که ما جزء کار ما هست بیماری کریستالی. شما تو بدنتون تو مایه مفصلتون گاهی وقتا بلور تشکیل میشه. شما هم بلور رو دیدین، مثلا مثل شکر که شما میجوشونین بلورش میزنه بیرون. حالا بعد شما این بلور میتونه رسوب بکنه تو مفصلتون و یه مرتبه یه حمله مفصلی ایجاد بکنه که توی نقرس مثلا شما خیلی شاید میگن انگشت دست پام قرمز شد عینه یه دونه لبو، اینه مثلا نقرس یا نقرس کاذبم جزء اونایی هستش که ما میبینیم. چیز دیگه که ما خیلی تو اینا میبینیم درگیری های خارج مفصلی هستش. ببین شما هر مفصلی که شما در نظر بگیرید دور تا دور مثلا آرنج ما دست ما پر تاندونه، کیسه هایی هست به اسم بورس که این تاندون ها وقتی حرکت میکنن روی این بورس ها هستن که این زیر کشیده نشن، نمیدونم عضلات تاندون ها اینا همه خیلی راحت توی اثر کشیدن یا کار زیاد یا در اثر خود همون التهاب میتونه دچار التهاب بشه. بینا میگن درگیری های خارج مفصلی، مثلا اسمش هست بورسیت، تاندونیت، انتزیت، مثلا درد پاشنه پا مربوط به خود تاندون یا خود آشیل که درد میگیره، یا مثلا دردایی که تو آرنجه، مثلا اکثر دردایی که تو نایی آرنجه مربوط به کشیدگی عضلاته که مثلا یکی از شایع‌ترینش دست تنیس بازه. نه که تنیس بازی کنن، اینا که خیلی چیزای سنگین هی جابجا میکنن، مثلا چمدون سنگین یا مثلا لپتاپ سنگین هی بلند میکنن، این عضلات مثلا کشیده میشه. معمولا هم یه نقطه نشون میدن، مثلا میگن اینجا به میگن دست تنیس باز، اگه این داخلی باشه بهش میگن دست گلف باز. از اینا زیاد داریم، تو نایه زانو داریم، سر زانو داریم، نایه سر آرنج داریم، نایه دو طرفه باسن داریم، اینا زیاد داریم که حالا به هر حال با علائمی که ما میگه و معاینه که میکنیم معمولا تشخیص میدیم. یک از چیزایی که باز تو این بیمار ما میبینیم فیبرومیالجیا است. فیبرومیالجیا در حقیقت یه چیزی هستش که معجونی هستش که این معجون با علائم پیش هر دکتری میتونه بره، یعنی آدمایی هستن که یه مقدار مشکلات روحی دارن، افسردگی دارن و همه جاشون درد میکنه. عملا اینا همه جاشون درد میکنه ولی پزشک چیزی پیدا نمیکنه. مشکل ما اینه که وقتی به مریض میگیم که شما مثلا چیزی نداری ناراحت میشه، میگه فکر میکنه مثلا من روانی ام. نه، اینا روانی نیستن. من همیشه براشون توضیح میدم که شما نسبت به افراد عادی بیشتر درد رو احساس میکنه. من اگه مثلا دستم رو روی میز میذارم یا میشینم مثلا احساس نمیکنم که نشستم، یا دستم رو که اینجا میذارم احساس نمیکنم، ولی شما برای اینکه شما احساس میکنید. چرا شما احساس میکنید؟ به خاطر اینکه منی که الان نرمال هستم این اعصاب وقتی که میبره بالا انتقال میده همه چیزو مغز اجازه نمیده اون بالا انتقال پیدا کنه. مغزه که برای شما درد و تجزیه تحلیل میکنه. همیشه بهتون میگم که شما مثل این که این صافیایی که داره میره بالا، صافیاتون گشاد شده نمیتونه بگیره همه چیزو، همه چی میره اون بالا. حتی اینا به نور حساسن، به صدا حساسن، به بو حساسن، سردردهای میگرنی دارن، دائم مثلا مشکلات گوارشی دارن، اسهال استفراغ نمیدونم یا بوست. اگه مثلا خانوما دردهای قاعدگی خیلی طولانی مدت دردناک دارن، به هر حال وقتی هم که ما دست میگیریم خب همه جاشون میگن آخ درد میگیره، درد میگیره. و این فیبرومیالجیاست که اینو علاوه بر ما باید یه تیمی با ماها همکاری کنه، مثلا کسایی که فیزیوتراپ میکنن، کسایی که مثلا کار درمانی باشون میکنن، روانپزشکا، روانکاوا، یعنی یه تیم اینا رو باید درمان کنه. ولی خب ما از این مریضا کم نداریم که پیش ما میاد. بعضی از بیماری‌های عفونی یا ثانویه به عفونت هم گاهی وقتا برای ما میان. مثلا فرض کنید یکی از شایع‌ترینش همون تب روماتیسمیه ثانویه به گلودرد چرکی که بیشتر تو سن بچگیه، مثلا مریض استرپتوکوک چرکی تای حلق پیدا میکنه، استرپتوکوک، بعد از اون اگه درمان نشه یا مثلا پنیسیلین نگیره مریض دچار همین تورم مفصل میشه که این جاشو عوض میکنه و معمولا بچه هستن، ولی میتونه عارضه قلبی یا عارضه مغزی هم بده و ما بیشتر از عارضه قلبیش میترسه و اینا مفصل معمولا فروکش میکنه. خب اینا اگه بیشتر روماتولوژیستایی که تو بچه ها کار میکنن اینا رو میبینن. الان برای ما که بزرگ سالان رو میبینیم خیلی بعیده. یه زمانی هم تو سربازخانه ها یا جایی که کمپ هستن بود، ولی خب با توجه به بهداشت الان واقعا پیش ما دیگه نمیان. بعضی از عفونت ها هم که مستقیم مفصل رو میگیره چرا؟ مثلا ما بهش میگیم آرتریت های سپتیک، یا مثلا الان شما نگاه کنید این مفصل مثلا این پای سمت راستش پای سمت چپش این دچار آرتریت سپتیک شده، یعنی عفونت مستقیما داخل مفصل شده که حالا اونم چرا جز کار ماست. البته این کار رو متخصصای عفونی و ارتوپد هم انجام میدن، ولی خب ما معمولا باز تیمی مریضا رو میبینیم. یعنی مثلا ما اینا رو ما این مفصل میکشیم میفرستیم برای آزمایشگاه، بعد آنتی بیوتیک رو با مشورت عفونی میذاریم متخصص عفونی. اگه به درمان جواب نداد دیگه اون وقت باید بدیم که ارتوپد اینو بازش کنه. اینم جزء
حالا این عفونت میتونه تو ستون فقرات هم اتفاق بیفته که اونم حالا کار خاص خودش رو داره، یه خورده سخته. چیزای دیگه که جزو ما هست بیماریای مربوط به متابولیسم استخوانه که تو اینا دو تا بیماری، یکی پوکی استخوانه که خیلی معروفه همه میشناسن، و یکی نرمی استخوان که اینا با هم دیگه مقدار فرق میکنه. پوکی استخوان شما اینو من عکسو گذاشتم، شما اینو در نظر بگیرید، این عکس میکروسکوپی در حقیقت یا نیمه میکروسکوپی ستون مهره شماست. مهره شما در حقیقت یه سری ترابکولا افقی و عمودی مثل لونه زنبور، ببین مثل لونه زنبور اینا همدیگر رو در حقیقت قطع کردن و این یه قوام میده به مهره شما. حالا شما در نظر بگیرین که بعضی از این ستونا از بین بره، خب بعضی از این ستونا از بین بره و این ستون هم که از نازک بشه به این شکل در میاد، یعنی شما اون حفره های ریزی که این باعث میشد که استخون شما قوام پیدا بکنه حفرات بزرگ در میاد. خب خانه ها این استحکام نداره دیگه و منجر به شکستگی میشه. ما مشکلی که با پوکی استخوان داریم اینه که استخوان در حقیقت شکننده میشه و میشکنه. ما برای چی درمان؟ اصل مهم توی کارهایی که ما برای مریضا میکنیم اینه که نذارید اولا جلوی پوکی رو بگیریم. خیلی وقتا مسائلی که ایجاد پوکی میکنن باید جلوش رو بگیریم. مثلا ما خیلی از مریضا رو مجبوریم کورتون بدیم. وقتی کورتون میدیم برای کنترل بیماری، این کورتون خودش میتونه پوکی و استخوان ایجاد بکنه. خانم‌ها ما از همون اول اینا رو چیکار میکنیم؟ درمان میکنیم. یکی خانمی که یائسه میشه، این خودش در حقیقت یه عامل شروع پوکی استخوان. ما شروع میکنیم به در حقیقت پیشگیری، اما اگه از حد پیشگیری نتونستیم باید درمان سنگین کنیم. برای اینم حالا ما با سنجش استخوان پوکی استخوان مریضا رو دنبال میکنیم، یعنی یه سنجش استخوان میدیم بعد دارو میزنیم. بعد مریضا خیلی آشنا هستن. اولین چیزایی که ما برای درمان پوکی استخوان میدیم که حتما فعالیت بکنن، وزن رو بدنشون بندازن، یعنی حداقل پیاده روی مثلا هفته 3 بار یا 4 بار، هر بار نیم ساعت رو شاخشه این که باید انجام بده، در مقابل نور آفتاب قرار بگیرن و به اندازه کافی لبنیات و شیر و ماست و اینا مصرف بکنن. بقیه داروها که آمده بسته به این که در چه مرحله این پوکی استخوان وجود داره، آیا به درمان جواب میده جواب نمیده، دیگه خود پزشک تصمیم میگیره که انواع اقسام داروها رو بذاره که الحمدلله همه داروها تو ایران هست و ما مشکل از نظر درمان پوکی استخوان نداریم. سایر چیزایی هم که ممکنه حالا ما باهاشون سرکار داشته باشیم، یکی مسئله تومورها هستش. تومورها معمولا سخت تشخیصش ولی میشه گاهی وقتا، اونم بیشتر به هر حال با علائم مریض برجستگی که تو استخون ایجاد میشه، ما معمولا عکس و MRI میگیریم و دیگه از اونجا به بعد دیگه دخالت نمی کنیم، میفرستیم پیش حالا جراح نمونه برداری کنه و بعدم بره پیش چیز دکتری که مربوط به اونکولوژی و مربوط به سرطان و اینجور چیزا هستش. ولی بعضی از سرطان ها هستش که به صورت پوکی استخوان خودش میاد. سرطان خونی هست به اسم مالتیپل میلوما که ما باش بیشتر سر و کار داریم، اون بیشتر خودش رو با شکستگی مهره نشون میده، خودش شبیه پوکی استخوانه ولی یه پوکی استخوان غیر عادی که کم خونی داره و یه سری آزمایشاش توش غیر عادی که ما اینو متوجه میشیم. چیز دیگه ای که ما با اینا کار داریم، حالا البته مفصل شارکوت و سارکوید خیلی توضیح نمیدم، نکروز و سیاه شدن سر مفصل ها هستش که حالا خیلی هاشون در اثر بیماری اتفاق میفته، مواد مخدر، الکل، کورتون، ضربه. شما اینو در نظر بگیرید، سیاه شدن سر، میگن سر مفصل سیاه شد چطوری سیاه میشه؟ یه خون رسانی شاید اینجا سر لگنه، شما نگاه کنید یه خون رسانی داره سر لگن. حالا به یه نحوی اگه این خون رسانی متوقف بشه باعث میشه که خون به سر استخوان نمیرسه. شما نگاه کنید این سر استخوان نرماله، این سر استخوانی هستش که در حقیقت سرش پریده، سیاه میشه، سرش دچار کمخونی میشه، سقوط میکنه. وقتی که سقوط میکنه یه سر نامنظم ایجاد میکنه، علاوه بر اینکه مریض درد داره چون این سر نامنظمه باعث میشه که بعداً یه آرتروزی روش سوار بشه. اینو معمولاً تو مراحل اولیه ما اینا میفرستیم یه عمل جراحی کنن، باعث میشه که یه مقدار فشار از روی وردارن، شاید بتونه برگرده، ولی در مراحل انتهایی دیگه مریض رو یه مقدار مسکن و یه مقدار ورزش و یه مقدار رعایت نکات بهداشتی میفرستیم برای تعویض مفصل. چیز دیگه که باز خیلی شایع پیش ما میاد که امروز هم شما خودتون نمونهشو دیدین، فشارهای ناشی از اعصاب محیطی. ببینید شما مثلا شایع‌ترینش کانال کارپ، ببینید نشیم کارپال تانل سیندروم، شما نگاه کنید یه اثر از ناحیه قسمت مثلا یکی از نمونه اعصابی که از اینجا عبور میکنه، خب تو ناحیه مچ دست شما یه دونه یه تاندونی هست که این تاندون میتونه روی این فشار بیاره، حالا این داخل تاندون فشار بیاره، نمیدونم سایر التهابی اینجا ایجاد بشه باعث میشه که یه کار زیاد باعث میشه که فشار بیاد روی این عصب و
عصب شروع کنه به تحریک شدن، مثلا معمولا ایجاد گزگز و مرمور شبانه میکنه مریض، بعد پا میشه دستش اینطوری اینطوری تکون میده، به خصوص خانمای خانه‌دار وقتی که مثلا دارن تلفن چادرشون رو اینطوری دارن میگیرن یا مثلا دارن تلفن جواب میدن، یا دستشون سنگین میشه. یواش یواش هم اگه خیلی پیشرفت بکنه منجر به این میشه که لاغر بشه، اینجا این قسمت لاغر میشه. و این یواش یواش علائمش چطوریه؟ قبل از اینکه این لاغر بشه مریض مثلا میگه بشقاب از دم دستم میفته میشکنه. ما اینو توی جای دیگه هم داریم، مثلا تو نایه پا داریم، تو نایه قسمت قدامی مثلا رو پا داریم. اینا معمولا باز به ما مراجعه میکنن. حالا اینا رو ما به رئیس میدیم، گاهی وقتا تزریق میکنیم، گاهی وقتا دارو میدیم، نهایتا اگه به جایی نرسیم اینا رو میفرستیم برای عمل جراحی که اینجا رو در حقیقت آزاد بکنن. این در حقیقت یه خلاصه بود از بیماریایی که ما میبینیم. حالا میگم بعضی از بیماری ها مثلا مثل سارکویدوز، مثل آمیلویدوز، اینا دیگه خیلی پیچیدن. بعضیشون اصلا من همیشه بهشون میگم بیماری های بی پدر مادر. مثلا سارکویدوز ریش اگه گرفتار باشه میره پیش دکتر ریه، اگر مثلا مغزش گرفتار باشه میره پیش دکتر مغز، اگر مثلا مفصلش گرفتار باشه یه سری زایات پوستی رو ساق پا میزنه، خب اونو ما میفهمیم. بعضی مربوط به یه چیز خاصی ندارن، ولی این چیز کلی بود که یه شمای کلی بود از بیماریایی که ما داریم میبینیم. ولی خب بازم من توصیه میکنم که قبل از اینکه به ما مراجعه کنن، چون میگم بیماری ما رشته ما یه زیرگروهی از یک رشته داخلی هستش، اول برن پیش متخصص داخلی. اگر واقعا اون ریفر کرد حتما بیان پیش ما، ولی همینطوری هم اگه خواستن پیش ما بیان، میگم درد، یعنی من درد مفصلا و استخوان ها در حقیقت تنها چیزی هست که میتونم برای افراد عادی بگم که شما میتونید دنبالش بیان که بالاخره یه جایی به یکی از ماها برسید. حالا ان شاء الله که ما میتونیم کمک بکنیم که درد شما رو، درد مردم رو آروم کنیم.